به نام خدا، محمد شفیع هستم از مجموعه PLC1. در خدمت شما هستیم با آموزش برنامه نویسی PLC کینکو. خب، ما قصد داریم که الگوریتم کینکو رو بیایم توی چند تا از برنامه هایی که مربوط به بورد های آموزشی الوه آلمان هست بیایم خدمت شما با همدیگه تمرین کنیم و برنامه نویسی ها رو انجام بدیم و مراحل مختلف شو سعی کنیم که با همدیگه بررسی بکنیم، ببینیم که چطور میشه یک برنامه ای رو که خب ما در نظر داریم بتونیم اونو روی نرم افزار کینکو بیلدر که نرم افزار PLC کینکو هست پیاده سازی کنیم. خب، برنامه ها از قبل نوشته شده نیست، یعنی برنامه رو با همدیگه شروع میکنیم به نوشتن و برای همین اون چیزی که به ذهن من میرسه برای اینکه یه برنامه رو انجام بدم شروع میکنم به نوشتنش از ابتدا تا انتها و آخرش هم حالت تست آنلاینش رو داریم که ببینیم برنامه به چه صورت کار میکنه و برای همین مستلزم به این معنی نیست که حتما این برنامه که من می‌نویسم ایده‌آله. ممکنه که شما بتونید برنامه رو با تعداد نتورک‌های کمتر با خیلی بهتر بتونید برنامه رو انجام بدید. حالا عملکرد میتونه از راه‌های مختلف یک برنامه انجام بشه. ما یکی از راه‌هایی که حالا به ذهنمون میرسه در حین انجام برنامه رو میریم جلو و کار برنامه‌نویسیشو انجام میدیم. خب، من روالمون کلا به این صورته که اول میام روی بورد آموزشی که به این صورت شکل رو شما الان دارین میبینین یه توضیح مختصری میدم که این برنامه چجوری کار میکنه، بعد با هم دیگه میریم توی نرم افزار کینکو بیلدر و برنامه رو با هم دیگه مینویسیم. خب، اینجا ما دو تا ورودی داریم که استوب و استارت هستن که با SSF و S1 اونو نشون دادن و یه محل دوم هم هست، یعنی اومدن استوب و استارت رو از دو محل انجام دادن که ما فقط همون یک محل رو اینجا در نظر میگیریم. یه دونه خروجی هم هست که اونو با Q1 نشون دارن که در واقع همین موتور سفاز ما هست. این K1 هم معرف کنتاکتورمون هست که زمانی که این بورد روی اون تابلو سوار میشه و وقتی K1 فعال میشه این چراغ وسط قرار میگیره که روشن میشه. خب، پس ما میبینیم این برنامه رو به این صورت می‌نویسیم. این برنامه به هم حالت دائم کار میشه برایش در نظر گرفت، هم به صورت لحظه‌ای میشه در نظر گرفت. خب، من میام توی برنامه کینکو بیلدر که ورژن جدیدش هم هست، ورژن 1.8، میام یه دونه نیو باز میکنم. شما وقتی نیو پروژکت رو که میزنید براتون دقیقاً میاد به اسم پروژکت و تاریخ و ساعتی که درش قرار دادین یک پروژه با پسوند KPR برای شما ایجاد میکنه. حالا شما اگر بخواید میتونید این پروژه رو عوض بکنید اسمشو، یا اینکه اگر نه با همین اسم میتونید اینجا باشه. خب، ما فعلا اسم این برنامه رو کار نداریم، میام گزینه سیو رو میزنم. خب، میگه خب الان مسیر رو شما دادین و پروژه شما سیو شده. یه دونه نتورک صفر رو اینجا میاد برای شما در نظر میگیره، میگه که خب شما اینجا این محیطی هست که میتونید شروع کنید به نوشتن برنامه، ولی قبل از اون بهتره که حالا چون ما میخوایم برنامه رو دانلود بکنیم بریم به قسمت سخت افزار یا هاردور نرم افزارمون که اینجا قرار داره توی زیر مجموعه ریسورس قرار داره توی این نمودار درختی که سمت چپ قابل مشاهده کردنه. خب، من روی هاردور که دوبار کلیک میکنم اینجا برای من K304-14AT به عنوان پیشفرض برای من در نظر گرفته شده، در صورتی که سخت افزار من این نیست. سخت افزاری که من توی این دوره آموزشی میخوایم ازش استفاده بکنیم 504EX14ATه، یعنی خروجی ترانزیستوری. پس من میام اینو به این صورت پاکش میکنم و میام اینجا توی قسمت HW کاتالوگ که اینجا همطور که میبینید مدل های K3, 5 و 2 به این صورت اومده تقسیم بندی کرده و شما میتونید ازش استفاده کنید. خب، پوشه CPU رو من باز میکنم،
504 این میشه، 504 ایکس 1480. اینو انتخاب میکنم و دابل کلیک میکنم. وقتی که دابل کلیک کردم شما میبینید که 4 تا این پایین به این صورت ردیف به قسمت هاردور من اضافه شد. این به چه معنیه؟ به این معنیه که سخت افزار شما که 504 EX هستش، این EX مخفف اکسپنشنه، یعنی قابلیت ارتقا داره، شما 4 تا ماژول میتونید بهش اضافه بکنید. خب این برنامه که من مد نظرمون هست دو تا ورودی داره و یه خروجی داره، پس نیازی به ماژول اضافه من ندارم و همین 504 EX برای من کفایت میکنه. این AT هم که اینجا میبینی 14 که خب تعداد ورودی خروجی، مجموع تعداد ورودی خروجی هاست که میشه 8 ورودی و 6 خروجی، و این AT هم که میبینین تی آخر به معنی ترانزیستوری هستش که اگر مدل ریلی بود میشد AR. خب ما دیگه با اینجا پس کاری نداریم، تا اینجا تغییرات رو سیو میکنین، دوباره میرن توی قسمت ورک اسپیس که همین نمودار درختی درش قرار داره. خب حالا میخوام برم دوباره توی برنامه. یه راهش اینه که این سربرگی که هستش شما چون هنوز اینو نبستیم به این تو به این قسمت میتونید روش کلیک بکنید وارد قسمت مین بشید. اگر اینو هم اگر نزنین از این قسمت اگر یه دابل کلیک بکنید وارد محیط برنامه‌نویسی میشید. آدرس دی‌هایی که توی نرم افزار کینکو استفاده میشه دقیقا مشابه S7200 زیمنس، یعنی شما اگر قبل از استفاده از PLC کینکو با S7200 زیمنس کار کرده باشین کارتون خیلی راحته، یعنی خیلی شبیه هم دیگه هستن، هم از نظر ساختار ظاهری، از نظر شباهت ظاهری و هم از نظر نرم افزار. ولی فرقش با مثلا برند کوتراست که دقیقا مشابه S7200 زیمنس هست اینه که اونجا نرم افزار جدیدی برای خودشون ندارن، یعنی اومدن با همون نرم افزار میکروویم یه PLC مثل کوتراس رو برنامه‌نویسی میکنن، ولی در صورتی که کینکو برنامه مستقل به خودش رو داره و خیلی جاها اومده کار رو حتی راحت تر کرده که حالا جلوتر بریم به اونجا هم میپردازیم. خب من پس شروع میکنم به نوشتن آدرس اول، پس چون مثل زیمنس هست پس میشه I0 و 0، این میشه ورودی اول من. اینجا هم میتونید شما اوت بکنین، ببینید وقتی که من روی قسمت کل یا خروجی که کلیک میکنم انواع مختلف خروجی ها رو شما میتونید اینجا براش در نظر بگیرید، اوت یا مثلا جامپ، ریست و ست. من اینجا اگر اوت در نظر بگیرم این پایین از من آدرس میخواد، من میگم مثلا Q0 و 0، همینو داشته باشین. اجازه بدید من همینو به سخت افزار دانلود بکنم ببینید که به چه صورت اتفاق میفته. خب من اینجا نیومدم از پورت USB یا درایور USB استفاده کنم، اصلا اون پورت کام کامپیوتر PC اومدم استفاده کردم و با اتصال 2 به 3، 3 به 2 و 5 به 5 اومدم یه کابلی رو ساختم و برنامه رو حالا میخوام دانلود بکنم. پس توی قسمت تولز و کامیونیکیشن اگر بیام این قسمت پورتمون میشه کام 1. اگر اینجا شما استارت هم اگر بزنین میگرده و اون CPUی که به اصطلاح بهش وصله اینجا نوشته searching complete successfully، میگه با موفقیت من تونستم این کار رو برات انجام بدم و اون CPU رو پیدا بکنم. اگر اینجا زدین چرخید و دیدین که پیدا نمیکنه یعنی که یه جای کار مشکل داره، یا درایور رو درست انتخاب نکردین، یا کابل قطعی داره، یا سوکت ها درست وصل نشده، اونجا باید این شرایط رو بررسی بکنید که به مشکلش حل بشه. خب بعد از این کار که خب درایورمون خیال اومد بابت درایور راحت شد، آخرین مرحله من میام سیو میکنم و برنامه رو دانلود میکنم به سخت افزار. ببینید این صفحه دانلود پروگرام که میاد شما کافیه فقط گزینه دانلود رو بزنید، به شما میگه PLC میره روی حالت استوب، میگم yes اوکی مشکلی نداره و بعدش میبینید که برنامه به این راحتی دانلود میشه. حالا برای اینکه برنامه رو تست بکنم کافیه که این عکس عینکی که اینجا وجود داره یا همون حالت مانیتورینگ یا حالت آنلاین هستش رو به این صورت کلیک بکنیم. الان من بیام اگر ورودی اول رو فعال بکنم شما میبینید که Q0 و 0 یا همون موتورمون فعال میشه. اگر هم به این صورت
قطع بکنم میبینید که دوباره غیر فعال میشه. اینجا برای کجاها مناسبه؟ برای جایی که شما کلید دارین، یعنی کلید رو میذارین روی حالت یک میمونه، پس موتورم با اون به این صورت روشن میشه. ولی اگر شستی اگر باشه دیگه به این صورت نمیشه، چون شما دستتون رو میذارین روی شستی و برمیدارین بلافاصله میبینید که اون خروجی غیر فعال میشه و این مناسب نیست. این کار رو توی برق در واقع مدار فرمان برق سنتی ما میام با کنتاکت نگهدارنده استفاده میکنیم تا اون موتوری که فعال میشه فعال بمونه. ولی اینجا میام چیکار میکنیم؟ اینجا اولا که من اینو از حالت مانیتورینگ برمیدارم، اینو کیو 0 و 0 رو میام میذارم روی حالت به اصطلاح ست. ببینید اینجا من حالت ست رو براش در نظر میگیرم. من اگر آی 0 و 0 رو بزنم اینجا کیو 0 و 0 برای من ست میشه. خب کافیه که اینجا من بیام و دوباره یه نتورک دیگه بهش اضافه بکنم. ببینید کلیک راست که میکنید اینجا این گزینه نتورک اینجا قابل مشاهده است. کنترل دبلیو هم اگر بزنید باز هم میاد و یه نتورک اضافه میکنه. خب من آی 0 و 0 رو به عنوان استارت در نظر گرفتم، همین چیزی که اینجا داشتیم. خب اینجا استارت، یه دونه استوب هم داریم دیگه. من میام توی این قسمت و آی 0 و 1 رو به عنوان استوب در نظر میگیرم. خب اگر شستی استارت میاد کیو 0 و 0 یا همون موتور منو ست میکنه، پس شستی استوب یا آی 0 و 1 میاد چیکار میکنه؟ موتور منو ریست میکنه. به این صورت ریست میکنه کیو 0 و 0. خیلی راحت بدونه که بخواد کنتاکت نگهدارنده ای در کار باشه، اومدیم توی دو تا نتورک یه خروجی که کیو 0 و 0 یا همون موتورمون هست رو ست و ریست کرده. حالا برای اینکه شما بیاین و این ورودی و خروجی برایتون ملموس‌تر باشه، یه قسمتی داره به نام در واقع گلوبال وریبل، یعنی متغیرهای عموم. شما اینجا میتونین متغیرها یا کامنت هایی رو به آدرس ها اختصاص بدین تا براتون قابل فهم تر باشه. مثلا من اینجا میام میگم استارت. خب استارت من هست آی 0 و 0 و استوپ من هست آی 0 و 1. اگر موارد رو مثل این نوشتین که از شما ایراد گرفت، یعنی که این توسط خود سیستم داره استفاده میشه. شما باید اینو یه تغییری توی حروفش ایجاد بکنید که از شما قبول بکنه. البته یه حالت دیگه هم وجود داره که میتونه این حالت قرمز رنگ باشه. شما بیان اینجا مثلا از کاراکترهایی استفاده کنید که برای در واقع این قسمت قابل قبول نباشه. مثلا کاراکتر درصد رو مثلا ممکنه قبول نکنه. خب من میام اینجا مثلا میذارم استوپ 0 و 1. میبینید که اون حالت در واقع قرمزیش از بین رفتش. حالا اگر مثلا من تیره بذارم یا لاین اگر بذارم، میبینید که قرمز میشه. ولی برعکس اگر آندرلاین اگر بذارم، میبینید که مشکلی نمیگیره. برای اینکه مشابه این قسمت بشه، میام قسمت استارت رو هم با آندرلاین به این صورت میگم استارت 1 و استوپ 1 که آی 0 و 0 و آی 0 و 1 شد. توی قسمت پایینم مثلا موتور رو میام فارسی مینویسم که شما ببینید که به صورت فارسی هم میشه آدرس و کامنت ها رو در نظر گرفت. بعد از اینکه این کار رو انجام دادم، میام گزینه سیو رو میزنم و دوباره برمیگردم توی برنامه. میبینید که اینجا استارت 1، استوپ 1 و موتور به این صورت در اومده. خب من میام گزینه رو سیو رو میزنم و برنامه رو به این صورت دانلود میکنم. خب بعد از اینکه برنامه دانلود شد، این بار دیگه ما دو تا ورودی داریم تا بتونیم برنامه رو با هم دیگه تست کنیم. خب من اول میام روی حالت آنلاین این عینک رو میزنم یا حالت مانیتورینگ. ببینید که ورودی اول که فعال شد موتور فعال میشه. فرض کنید که من دستم رو از روی شستی برداشتم، میبینید که اون موتور همچنان فعال میمونه تا زمانی که من بیام و استوپ رو بزنم. من دستم الان روی شستی استوپه، دستم رو از روی شستی استوپ برمیدارم و موتور غیر فعال میشه. یه بار دیگه این استارت و این هم استوپ. خب این از اولین برنامه‌ای که با هم دیگه اینجا
نوشتیم، انشالله میریم جلوتر، برنامه یه مدار حالا سطحش بالاتر میشه و یه مدار پیچیده‌تر میشه که انشالله بتونیم پروژه خوبی رو با هم دیگه انجام بدیم.